اولین خاطره جذاب و خنده‌دار خانم بهار رهنما با آقای پیمان قاسم‌خانی در دانشگاه. لطفاً تا انتهای این ویدیو همراهمون باشین. سلام دوستان، به نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خانم بهار رهنما در لحظات سال تحویل مهمون برنامه ای بود که تو اون برنامه از خاطرات مشترک خودش و پیمان قاسم‌خانی پرده برداشت. خانم بهار رهنما تعریف کرد روزای اول دانشگاه بود. من جلوی دانشگاه مونده بودم و دنبال 2000ی میگشتم. آقای پیمان قاسم‌خانی اومد جلو و 2000ی رو بهم داد. یکم با هم صحبت کردیم و اون گفت من فیلمنامه نویسم، در صورتی که تازه اول راه بود و من هم به خاطر اینکه کم نیارم گفتم من هم دانشجوی سالهای آخر بازیگریم، از آشناییتون خوشبختم. خلاصه که بعد اینکه چند دقیقه از صحبتامون گذشت، این آقا دست کرد تو جیبش و شماره تلفنش رو در آورد و به من داد. منم که نمیدونستم چیکار کنم، سری شماره تلفن رو گرفتم و گذاشتم تو جیبم و الفرار. حدوداً یکی دو هفته از اون موضوع گذشت. من مریض شدم و نتونستم برم دانشگاه. تو خیال خودم میگفتم خب این آقا فیلمنامه نویسه، پس 100% میتونه یه نقشی رو برام راستریز کنه. همون لحظه بود که درجه دست کردم تو کیفم و شماره تلفنش رو درآوردم. ولی خب یه حرفی از پدرم به یادم اومد. پدرم همیشه میگه وقتی یکی تو خیابون بهت شماره میده، 100% بعد اینکه تو بری به کسای دیگه ای هم شماره رو میده. ولی خب من پیش خودم به خودم گفتم بابا من که با اون کاری ندارم و تلفن رو برداشتم و بهش زنگ زدم. این آقا با من قرار گذاشت و این قرار به صورت متداول ادامه داشت تا روزی که خودش بالاخره اعتراف کرد که من دانشجوی ترم 2 فیلمنامه نویسیم. و به خاطر اینکه موضوع از اون ورزایه نشه، من هم گفتم منم دانشجو ترم 2 بازیگریم. خلاصه زمانهای زیادی گذشت و ما با هم در ارتباط بودیم. خانم بهار رهنما در ادامه توضیح داد که پدر من یه میمون داشت که گاهی وقتا با خودش این ور اون ور می‌برد. آقای قاسم‌خانی همیشه میگفت که من اومده بودم اون میمونه رو بگیرم از پدرت که تو رو داد بهم. من به این خوشگلی کجام شبیه میمون است. خیلی خوب، اینم از اولین خاطرات مشترک خانم بهار رهنما با آقای پیمان قاسم‌خانی بود. انشالله که هر جا که هستن همیشه شاد و خوشحال و سلامت باشن. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بود. خوشحال میشم که نظرات خوبتون رو برامون کامنت کنین و لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنین. خیلی ممنون از همتون.